دفتر همه جا حاضر جمهوری بوردوری رو می‌بینید و شخصی که در حقیقت بر سر حزب مستشیست، یعنی حزب سیویلوها هستش. میشه گفت یک سری ویزه های امپریالیست هم داره، چون شما در آلمان های آتی خواهید دید که مثلا در جمهوری سنتو دروس در آمریکای لاتین هم میبینید اینا دست اندازی میخوان بکنن. به هر حال شما اگه توجه بکنید سیویل که نشانه در حقیقت اقتباس شده از سیویل های جوزف استالینه همه جا حضور داره، چه در مجسمه بزرگ خود پلیسیکلاس زیر پاش و حتی جلوی اتومبیل ها رو اگر نگاه بکنید به حالت سیویل هستن، بالای دروازه هتل سیویل هست، هرچند که خب سیویل مسلمن، هرچند که شما باز میناره گنبد مسجد رو میبینید و باز شما رو میبره به بالکان. کاری که هرچند میخواد بکنه اینه، یعنی مهم نیست که شما بگه اینجا برلن شرقی بخارست یا صوفیاست، فقط مخاطبش رو به اینجا ببره که شما در یک کشور آن سوی در حقیقت پرده آهنی قرار دارید. فرقی که میشه گفت بین مثلا دو تا شهر در تنتن هست، مثلا تپیا شهری که در اون کجا جنوبیه تاپیوکاپولیس، مرسی. مثلا تاپیوکاپولیس و شما جود میبینید، یکیش یک حکومت اوتوریتر و یکیش یک حکومت توتالیتر. فرق این دو از نظر معماری چی میتونه باشه؟ اینه که شما اصولا در یک حکومت اوتوریتر، حکومت هرچند از سانسور استفاده میکنه ولی به دنبال رضایت شهروندانش، یعنی شما با من را بیا تو اندرون هر غلطی دلت بخواد بکنی بکن. ولی حکومت توتالیتر اینطور نیست، حکومت توتالیتر یک نوع اطاعت محض میخواد، اوبیسانس میخواد، اصلا انگشت حکومت همه جا هستش، یک نوع وزن ایدئولوژیک پیدا میکنه. شاید به همین دلیل که این بخش سمبولی که در حقیقت حکومت های توتالیتر اون بخشی که قابل رویتر از همه چیز هست. البته خب این بودهای دیگه هم داره، یعنی آزادی اندیشه نیست، کسادگرایی نیست، غیر و غیره، ولی شما مثلا در پایان اتحاد شوروی که میبینید یا در رومانی یا در غیره رفتارهای ایکونوکلاسی رو میبینید. موقعی که مردم به خیابون میرسن اول سمبول ها رو شروع میکنن از بین بردن، درسته؟ چرا؟ برای اینکه میخوان اون فضای عمومی رو که ازشون به سرقت رفته رو دوباره بگیرن و از آن خود بکنن. میبینید مجسمه ها رو میارن پایین، مثلا در شوروی پرچم سابقشون رو برای خودشون میارن. اینها در حقیقت خصوصیات یک حکومت توتالیتر بوده که با اتوریتر خیلی نمیشه اینها رو به حال قاطی کرد. در ضمن نکته خیلی جالبی، هرژه خیلی با لغت ها بازی میکنه. مارشال پلکسیگلاس، این مار از نظر صدایی هوموفونه، همصداست با واژه پلکسیگلاس، درسته؟ پلکسیگلاس درسته از شیشه سفتره ولی به هر حال پلاستیکه و میشه در حقیقت خط انداخت روش و به این ترتیب یه جوری میخواد بگه دیکتاتورها با تمام اون جدیت و چیزشون بالاخره چیز بردارن، یعنی شکاف بردارن. در اون آلبوم چیز این فقط یه سوال برای دوستان که بودن تا چقدر میاد که تن تن دوستان، اسم این راننده میلانی رو یادتون میاد در ماجرای تورنسور؟ یادشه اگه خودت بتونی حفظ بگیری من اینجا دار بگیری راننده میلانی که به دنبال تورنسور میره اسمش میاد آرتورو بنتو جوانی جوسپه پیترو آرکانجلو آلفردو کاپوفولی. آلبوم کوکان ستوک که ترجمه های عجیبی برای این شد که به اینکه الان ترجمه کرده کولو کانستوک، من هنوز واقعا موندم چرا کولو، معدن زغال سنگ ترجمه شده بود، تن در کوسه های دریای سرخ ترجمه شده بود، ترجمه انگلیسی شو به فارسی برگردونده بودن، ولی کوک اینجا معنای زغال سنگ واقعا نمیده، اینجا کوک در حقیقت واژه‌ای که برای برده های سیاه به کار میده، یعنی یک منبعی از برده ها، چون این کتاب در حقیقت مبارزه با برده داریه، داستان یک سری سیاهی که برای زیارت به مکه دارن میرن و اینها رو میدوزن و به بردگی میبرن. تنتن در تبت، این شاید خصوصی ترین آلبوم هرژه باشه، چون در زمانی درست شده که هرژه داشت از همسر اولش جدا میشد، تحت پسیکنالیز قرار گرفته بود، کابوس های بدی میدید و در تمام این کابوس ها رنگ سفید یک حالت امید پزانس داشته، ولی همینه در این کتاب شما دشت های زیادی رو کوه ها رو همینطور سفید میبینید و این داستان
یک نامه ایست که از چند دوست تنتن در گل آبی به تنتن میرسه که من دارم به ملاقات تو میام، ولی فرداش خبردار میشه که هواپیماش در کوههای هیمالیا سقوط کرده. خوابی رو تنتن میبینه که دوستش در حقیقت زنده است و برخلاف تمام روایت‌ها یا توصیه‌هایی که بهش میشه میره و میره به دنبال در حقیقت دوستش و اون رو به هر حال پیدا میکنه. امروز وقت نیست، شاید جلسه بعد این کار رو بکنم. خیلی قرائت های کاتولیک تئولوژیک از این کتاب شده که خیلی جالبه. مثلا کنسپت سمریتن خیلی از این کتاب گرفته، یعنی نه که گرفته شده ولی خب توش پیدا کردم. اینجا دالای لاما رو میبینید در حال خوندن این کتاب و اتفاقا به هرژه جایزه بزرگی دادن برای اینکه در حقیقت هرژه با این کتاب تبت رو یه جوری روی نقشه گذاشت و برای مردم جهان آشنا کرد مشکل تبت رو و اشغال اون رو توسط چین. به آلبوم های آخر نزدیک میشیم. جواهرات کاستافیور که شاید قسمت اعظم تاک من جلسه آینده راجع به این باشه، متفاوته با تمام داستان های تنتن. در حقیقت یک ضد ماجراست، یک نون اوانتوره، برعکس بقیه داستان ها که تنتن به اقصان اوقات دنیا میره. اینها در خونه خودشون در کاف موندن سرن، اینها به دنبال ماجراجویی نیستن بلکه ماجرا به سراغ اونها میاد. میشل سر یک فیلسوف معروف یک مقاله بسیار جالب راجع به تئوری نو کمیونیکاسیون در حقیقت عدم ارتباطات راجع به این چیز داره، بسیار جالب. اینها رو دفعه بعد براتون صحبت میکنم. شخصیت های این تو از دادم رو یاده مثلا گلو میندازه در چیز گلوی بکت میندازه و بسیار میشه گفت اوج کمال کارایاشو در این کتاب میشه پیدا کرد، هرچند که هیچ ماجرای جالبی توش به وقوع نمیپیونده. ایده حتی تئوری آشوب رو کیاس تئوری رو در این کتاب دیدم. خیلی خیلی جای بحث داره این کتاب. کسفیا هست که در این کتاب به سرگرمی داره. دو کتاب دیگه از هرژه، یکی وال پرواز 714 برای سیدنیه که این کتاب میشه گفت علاقه هرژه رو به فنومن های پارانورمال درش ما میبینیم که قرائت های شاید ازوتریکی هم از هرژه شده بر تکیه بر این کتاب. باز نقاشی هایی که کرده همه از زمان خودش جلوتر بوده. جتی که اینجا میبینید به نام جت کاریداس در حقیقت یک چیزی که بعدها تبدیل به جت فالکون فرانسوی میشه، با این تفاوت که بالهاش ژئومتریک بوده که بعدها این شما در F14 و میراشا و غیره میبینید و قبل از اون دوره هرژه کشیده بود. داستان آخر تنتن و پیکاروس ها هست که به کشور سانتئودوروس ما میریم دوباره. برخلاف داستان های دیگه همونجور که گفتم این بار اینها نمیخوان برن به چیز به دنبال ماجراجویی، بلکه اگر توجه کنید برای اولین بار حتی لباس تنتن عوض میشه، یعنی اون شلوارهای گلفش تبدیل به یک شلوار جین بلند میشه، پاچه های فیلی مدار، هرچند خب تا یه حدی کنسسیون به مد زمان است، ما می 68 رو گذرونیم، ولی مسئله که هست یه جوری میخواد نشون بده که تنتن دیگه خسته شده و تنتن یه نوعی آن بورژوازه شده، بورژوا شده و قصر نشین شده و دیگه به دنبال در حقیقت ماجراجویی نمیخواد بده. در این داستان هم تورنوسو کاستافیور و دیپون ها در سفری که به سمت اودورس میکنن توسط دیکتاتور محلی اونجا جنرال تاپیوکا زندان میشه و تنتن نمیخواد بره، فقط موقعی مدوسانش در حبسن تصمیم به این میگیره که بره اونها رو آزاد بکنه. حتی اگه در این کتاب توجه بکنید هادوکه که داره دست تنتن رو میگیره، من اینکه دست تورنوسو تنتن رو و نه تنتن جلو نیست دیگه، پیشگاز نیست. به هر حال هرژه به زیبایی در این کتاب دیکتاتوری رو به چیز کشیده، به تصویر کشیده. اینجا شما نگاه کنید هادوک اول مهمان در حقیقت جمهوری سانتئودوروس هست، تصمیم میگیره که بره توتون برای پیپش بخره. شما وقتی که بره توتون بخره میبینید که با چه کاختشی از پلیس و غیره میره، یه عده‌ای رو دستگیری میکنن تو خیابون، درسته؟ جلوی همه رو گرفتن و این تصویر شاید خیلی بهتر از ادیتوریال های روزنامه های متعدد چهره‌ای از دیکتاتور برای ما به تصویر کشیده باشه. نکته خیلی دیگه جالبی که داره فرق اون آرشیتکتور توتالیتر و اتوریتر که میگفتم، شما در یک شهر اتوریتر مثل تاپیوکاپولیس مرسی هنرهای مدرن هم حتی میبینید که اقتباس شده از واقعا کارتهایی که در موزه ها هست. نکته خیلی جالب که خیلی گویاست اینجاست که قبل از انقلاب
شما سربازای تاپیوکا رو می‌بینید که در حلبی آبادها در حال در حقیقت گشت هست.